جنب و جوش جناح‌های رقیب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، آیا صندوق رأی هنوز راه خروج ایران از بن‌بست‌های سیاسی است؟ کسب رتبه اول تولید سرب و روی در میان استانهای ایران نگرانی اهالی استان زنجان را از احتمال ابتلا به سرطان و انواع بیماری افزایش داده. و جعل صدا و چهره برای تولید ویدئوهای حیرت انگیز، دیپ فیک چه کاربردهایی دارد؟ آیا باید از پیشرفت این فناوری نگران بود؟ سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. کمتر از 4 ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایران مانده و اصلاح طلبان و اصولگرایان برای رقابت آماده می شوند، در شرایطی که وزیر کشور به تازگی گفته نتایج نظرسنجی ها درباره میزان تمایل مردم برای رأی دادن نگران کننده است. این جریان های سیاسی از موقعیت و اقبال عمومی یکسانی برای حضور در رقابت برخوردار نیستند. فرنوش امیرشاهی نگاهی کرده به بازار انتخابات در ایران. خیلی داستان ما روشن نیست. ما همش منتظریم ببینیم که شورای نگهبان چه اقدام خواهد کرد. این اوضاع اصلاح طلبان است. کمتر از 4 ماه تا برگزاری 12th انتخابات ریاست جمهوری. ما تا اون زمان به نظر من یه حالت بلا تکلیفی داریم، ولی در کنارش میتونیم بگیم که بله، ما داریم با دقت و با حساسیت روند انتخابات را رصد میکنیم. اعلام حضوری با دستان بسته، بدون ابتکاری تازه و راهبردی مشخص. منتقدان آنها میگویند این جریان سیاسی سال هاست که از تحولات و مطالبات جامعه جا مانده. خودشان اما اصلاحات و پرهیز از افراطگری را تنها راه مؤثر برای حفظ نظام میدانند. موضعی که محمد خاتمی، رئیس دولت‌های 7th و 8th، بیش از 2 دهه است بر آن ایستاده. در نامه مفصلش با آیت الله خامنه‌ای، با وجود بیش از 1 دهه جواب رد شنیدن از او، باز هم بر وفاداری به اصل نظام و رهبری تاکید کرده. در مقابل هم راهکارهایی برای حل مسائل ایران در آینده داده و از آقای خامنه‌ای خواسته تا در زمان حضورش در قدرت مشکلاتی مثل حصر معترضان به نتیجه انتخابات 88 و رابطه با آمریکا را حل کند. نامه او نه همفکرانش را راضی کرد و نه مخالفانش را ساکت. رقابت بین در حقیقت کسانی است که مهر اصولگرایی به خودشون زدن. جناح اصولگرایان برخلاف اصلاح طلبان بازار پررونقی دارند. دلشان به پشتوانه شورای نگهبان و امکانات ویژه حکومتی قرص است. آنقدر که حالا با تعدد کاندیدا روبرو شدند. موزلی همیشگی که رسیدن به یک نامزد واحد را سخت کرده و اختلاف‌ها را زیادتر. اما تا اینجا برایند خروجی همه نشست‌های جریان‌های مختلف این جناح همین 2 نفر بودند که دور قبل هم قرعه به نامشان افتاد. نشانی از اینکه آنها چهره جدید و مقبول عموم برای عرضه به دنیای سیاست ندارند. این سو محمود احمدی نژاد یکی از مهمترین رقبای آنهاست که فعالیت‌های انتخاباتی فشرده‌ای را در پیش گرفته. هرچند اصولگرایان می‌گویند شورای نگهبان او را تایید صلاحیت نمی‌کند. مثل علی مطهری که رسماً اعلام نامزدی کرده و همین حرف و حدیث‌ها در مورد او هم هست. خودش اما امیدوار است. چه اتفاقی افتاد من نمیدونم چرا اونطور شد و برداشت خودم اینه که اونها اشتباه کردن. در این دوره چند نفر از نظامیان سابق و فعلی هم رسمی و غیر رسمی برای ریاست جمهوری ابراز تمایل کردند. اتفاقی که گروهی را نگران بسته تر کردن فضای سیاسی و اجتماعی ایران و پادگانی شدن دولت کرده. در مقابل بعضی هم استقبال کردند. شما وقتی که وارد ساختار حکومت میشید، در حال حاضر نظامی ها به دلیل اینکه تزاحم های کمتری در مقابلشون قرار داره فقط کارآمدترن. همه این دعواها و رقابت‌ها در شرایطی است که مشاهدات و نظرسنجی‌های رسمی میل و رغبتی به مشارکت مردم در انتخابات نشان نمی‌دهد. شرکت نکردن معناش اینه که مایوس شدن و یا اعتماد ندارن. اینها علائم خوبی نیست.
مردمی که در یک دهه گذشته برای مطالبات کوچک و بزرگشان جواب رد شنیدند و وضعیت اقتصادی سفره‌هایشان را از همیشه کوچکتر کرده، با هر تلنگری نارضایتی‌هایشان را به خیابان می‌آورند. مدت هاست که جلوتر از جریان‌های سیاسی رسمی در ایران به دنبال تغییراتی هستند که از صندوق رأی به آن نرسیدند. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در نامه‌ای به سفیر ایران در لاهه ضمن احضار ده‌ها نفر از مقامات جمهوری اسلامی خواستار ارائه مدارک از طرف آنها درباره وقایع آبان 98 شده. اعتراضاتی گسترده که به شدت سرکوب شد و صدها نفر کشته شدند. در سالگرد این اعتراضات چند سازمان مدافع حقوق بشر با همکاری عده‌ای از فعالان اعلام کردند که در شهر لاهه این دادگاه را برای رسیدگی به آنچه که اتفاق افتاد برگزار می‌کنند. جزئیات ماجرا در گزارشی از مریم افشنگ. 16 ماه از وقایع آبان 98 گذشت. صدها نفر کشته شدند، هزاران نفر مجروح و بازداشت. خانواده‌های عزادار و خانواده‌های نگران سرنوشت عزیزان دربندشان. با اینکه از همان روزهای اول بعضی از مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند عده‌ای از کشته شدگان جز معترضان نبودند، تاکنون هیچ دادگاهی برای رسیدگی به پرونده قربانیان تشکیل نشده، چه آنها که به بالا رفتن قیمت بنزین معترض بودند، چه آنها که رهگذران خیابان بودند و حتی کودکانی که از مدرسه به خانه برمیگشتند. یکی از کشته شدگان بهمن جعفری، متولد سال 1370 است. 25 آبان ما در شیراز بهمن از منزل خارج شد و تا ساعتی بعد تو چهارراه زندان عادل آباد به ضرب 4 گلوله به ناحیه سمت چپ بدنش، از کلیه کتفش، قلبش کشته شد. بهمن هم مثل تمام جوانای ایران خواستار آزادی بیان و زندگی بهتر بود. اونم مجرم بود، نه جزو هیچ گروه و گروهکی بود. تنها جرم او جوانیش بود. بعد از یک هفته رفت و آمد و احضار کردن کل خانواده، پیکر تیکه تیکه شده او رو بهمون تحویل دادن. و طبق دستور مقامات امضا گرفتن، تعهد گرفتن که اجازه هیچ نوع مراسم سوگواری و به قول معروف ختم و اینجور چیزا رو نداشته باشیم. با وجود مامورای امنیتیشون خارج از شهر و طبق خواسته اونا به خاک سپرده شد. این اتفاق، این داغ اینقدر سنگین بود که مدتی بعد پدر بهمن سکته مغزی کرد، تا جایی که این پدر حتی توان این که دادخواه خون فرزندش باشه رو نداره. حالا دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان 38 نفر از مقامات حکومت ایران را به عنوان متهم جنایت علیه بشریت معرفی کرده. این دادگاه نمادین در نامه‌ای به سفیر ایران در لاهه ضمن احضار ده‌ها نفر از مقامات جمهوری اسلامی خواهان ارائه مدارک درباره وقایع آبان 98 شده. از او خواسته به مقامات ایران از جمله علی خامنه‌ای، حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی، عبدالرضا رحمانی فضلی و محمود علوی اطلاع دهد که به جنایت علیه بشریت و نقض شدید حقوق بشر متهم شده اند و اگر مدرکی در دفاع از خود دارند در اسرع وقت به دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ارائه کنند. با اینکه ما پرونده تشکیل دادیم، شکایت کردیم، ولی تا این لحظه هیچ مقامی، هیچ ارگانی به ما هنوز نگفتن چه اتفاقی افتاده. ما خانواده های کشته شدگان آبان ما تنها خواستمون یک دادگاه عادلانه و یک قاضی بی‌طرف. ندارم به پیغمبر قسم، به این دهه قسم می‌کنم 3 سال الان ندارم.
می گفتند گرانی بنزین سفره‌هایشان را کوچکتر می کند و چاره‌ای به جز اعتراض ندارند. جوابشان گلوله بود و بازداشت و خشونت. خانواده‌های قربانیان آبان 98 بیش از یک سال است که می‌پرسند چرا و به چه جرمی و به دنبال دادخواهی هستند. سازمان‌های عدالت برای ایران و حقوق بشر ایران و سازمان بین‌المللی با هم علیه اعدام به همراه گروهی از حقوقدانان برجسته بین‌المللی همزمان با سالگرد وقایع آبان 98 اعلام کردند که در شهر لاهه دادگاه بین‌المللی مردمی آبان را برای رسیدگی به سرکوب اعتراضات برگزار می‌کنند. رویدادی که قرار بود بهمن ماه برگزار شود ولی به دلیل کرونا تا تیر ماه سال 1400 به تعویق افتاد. مریم افشنگ، بی بی سی. فعالیت‌های صنعتی در استان زنجان برای استخراج فلزات سنگین میلیون تن ضایعات بر جا گذاشته که بلا تکلیف ماندن وضعیت آنها اهالی زنجان را نگران کرده. روستایی‌های زنجان می‌گویند که از طرح تازه برای تخلیه شدن این ضایعات در محل‌های مسکونی و اراضی کشاورزی خود بیمناکند. دانشگاهیان زنجان هم بارها در سال‌های گذشته هشدار دادند که محصولات کشاورزی این استان و سلامت مردم در خطر آلودگی های ناشی از سرب، روی و کدمیوم قرار دارد. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. زمانی بود که اهالی زنجان از وعده تبدیل شدن استانشان به یک قطب صنعتی خوشحال بودند. اما طولی نکشید که خوشبینی به آینده جای خود را به حسرت گذشته و دلخوری از وضعیت حال داد. وضعیت به چنان حدی از فاجعه رسیده بود که دیگه مردم ریختن تو خیابون و ما بزرگترین اجتماع محیط زیستی رو در کل کشور ایران در شهر زنجان داشتیم. ده ها هزار نفر به خیابان ها ریختن و اعتراض کردن. ترس از بیماری و سرطان از یک طرف و آلودگی آب و خاک و هوا از طرف دیگر دغدغه بزرگ زنجانی ها شده. این حکایت مسموم اول با احداث کارخانه های تولید سرب و روی و بعد راه اندازی یک شهرک صنعتی سرب و روی در چند کیلومتری جنوب شهر زنجان شروع شد. زنجان حالا تولید کننده اصلی سرب و روی در ایران است، ولی نتیجه آن کوهی عظیم از مواد سمی است که حتی در تصاویر ماهواره‌ای هم قابل تشخیص است. 10 میلیون تن خاک و ضایعات آلوده به سرب و روی و کادمیوم به اندازه وزش یک باد از شهر زنجان فاصله دارند و این به غیر از صدها هزار تن دیگر از ضایعات آلوده به سرب و آرسنیک و کادمیوم است که در محوطه‌های کارخانه‌ها تلمبار شده و رفته رفته وارد مسیرهایی می‌شود که انتهای آن رودخانه زنجان رود و نهایتاً دریاچه قزل‌اوزون است. 20 سال پیش آلودگی سیب‌هایی که از باغ‌های اطراف شهرک صنعتی سرب و روی برداشت و به نقاط مختلف ایران صادر می‌شد چند هزار برابر حد مجاز اعلام شده بود. اخطاریه اخیر سازمان محیط زیست به یکی از شرکت‌های فعال در شهرک صنعتی روی نشان می‌دهد وضعیت چندان تغییری نکرده. سرب بیش از 47 برابر استاندارد، کادمیوم بیش از 36 برابر استاندارد، روی بیش از 29 برابر استاندارد بوده و همچنین نتایج مربوط به پساب نمونه مذکور نشان دهنده بالا بودن عنصر روی به میزان 9 برابر در محلول است. اخطار سازمان محیط زیست به شرکت خالص سازان روی یکی از نزدیک به 700 اخطاریه است که در سالهای اخیر به واحدهای صنعتی این منطقه داده شده. در این مورد خاص واکنش شرکت خالص سازان، تکذیب، انداختن گناه به گردن سازمان محیط زیست، انتشار عکس دریافت لوح تقدیر توسط رئیس شرکت به عنوان صادرکننده نمونه و عکسهایی از کارگران بیل به دست کارخانه که مشغول درختکاری هستند. در این تصاویر از داخل شهرک صنعتی روی نه تنها درختی دیده نمی شود که ضایعات آلوده به سرب و روی آرسنیک بدون محافظت به حال خود رها شدند. مردم زنجان آثار یکتازی صنعت را در وهله اول در کارگرانی دیدند که عوارض آسیب دیدگی را بروز دادند و بعد دیگر ساکنان استان. تولدهای بچه های ناقص الخلقه، پوچی استخوان، سرطان کبد، سرطان کلیه، سرطان پوست. این اعتراضات مربوط به سال 92 است که باعث شد یکی دو واحد متخلف برای چند هفته پلمب شوند که خیلی زود با فشار صنعتگران بازگشایی شدند.
امروز هم غیر از افزایش تولید سرب و روی در زنجان چیز زیادی عوض نشده. مسئولان این واحدهای آلوده صنعتی میگویند جای نگرانی نیست و مشکل این تفکر پیش نیاد که صرفاً بُعد روانی مسئله است. یا این دچار مریضی میخواد بکنه منو، یکی بیماری بخواد بکنه منو. بنابراین بایستی که از نظر روانی تأثیر بدی روی ساکنین منطقه نداشته باشه. نه تنها بُعد روانی مسئله حل نشده که متولیان صنعت سرب و روی با پنهانکاری کوشیدند مواد سمی را در روستاهای اطراف زنجان انبار کنند. اتفاقی که در روستای چایرلو افتاد، ولی اهالی خبردار شدند و دست به اعتراض زدند. مدتی صحبت از دپوی زایات در روستای مرسع بود، اما نهایتاً اعلام شد که بخش بزرگی از زایات در روستاهای اطراف زنجان رود مثل سردهات جعفری تخلیه خواهد شد. حالا چندی است که صنعتگران دریافتند این زایات و پسمانها سرب و روی بیشتری دارد که میتوان استخراج کرد و از آن پول درآورد. که دیگه مالکیت این دپو در اردیبهشت امسال دولت با حکم دادگاه مالک زایعات شد تا بلکه چاره بیندیشد، اما به فاصله چند ماه فراوری و پاکسازی زایعات را بدون هیچ مزایده‌ای به قرارگاه خاتم الانبیا سپرد تا بدهی‌هایش را با آن قرارگاه تسویه کند. کسی نمی‌داند آیا قرارگاه خاتم الانبیا قادر به پاکسازی 10 میلیون تن پسماند سمی و آلوده هست یا نه. حتی نقل و انتقال این حجم از پسماندها با کامیون خطرناک است و باعث آلودگی نقاط دیگر شده. ارمغان صنعت سرب و روی برای زنجان چند هزار شغل و صادرات بیشتر بوده. اینجا هست. اما با تجربیات نگران کننده‌ای که بی‌شباهت به تجربیات دیگر نقاط ایران نیست. میمونه ما باید از تجربه تلخی که در مورد جیوه در بندر ماهشهر داشتیم که منجر به متولد شدن کودکان ناقص الخلقه شد درس بگیریم. دانشگاه علوم پزشکی زنجان درباره اثرات سرب و روی بر مردم این استان دیگر چیزی نمیگوید و 10 میلیون تن پسماند آلوده بلا تکلیف و هزاران تن پسماند تازه ذره ذره وارد طبیعت زنجان و جسم زنجانی ها می شود. سیاوش اردنان، بی بی سی. با فناوری دیپ فیک یا جعل عمیق می توانید چهره خودتان را به راحتی جایگزین چهره یک بازیگر یا سیاستمدار مشهور کنید. این فناوری این روزها به سرعت پیشرفت کرده، آنقدر که شاید نتوان یک ویدیو جعلی را تشخیص داد. کارشناسان فناوری می گویند ممکن است دیپ فیک باعث شود که آینده ما شکلی جعلی به خود بگیرد. گزارش کاوه مشکات را ببینیم. نه، شما اشتباه کردید. این مرد آلپاچینو نیست. این صورت من است، کاوه مشکات، گزارشگر بی بی سی. با کمک فناوری دیپ فیک یا جعل عمیق، من به آرزوی دیرین خودم رسیدم. I'm gonna show you some magic. It's the real thing. I mean, it's all the real. این ویدیو دیگری از کارکرد جعل عمیق است. باز هم چشمانتان شما را گول زد. این شخص تام کروز نیست. صدا و تصویر آنقدر شبیه تام کروز است که ممکن است بیننده را گمراه کند. ویدیویی که میلیون ها بار در شبکه اجتماعی تیک تاک دیده شد. اما دیپ فیک یا جعل عمیق چیست؟ جعل عمیق ویدیویی است که با استفاده از هوش مصنوعی چهره ها را جابجا می کنند یا تغییر می دهند. دسترسی به این فناوری هر روز آسان‌تر می‌شود. حالا شما با استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف می‌توانید عکس‌تان را جایگزین یک هنرپیشه یا یک سیاستمدار کنید. Why I'm so popular? Because of my big brain. اما سرعت پیشرفت این فناوری نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده. امکان جعل عمیق به گفته بسیاری از کارشناسان هوش مصنوعی سریع‌تر از آن چیزی است که مردم فکر می‌کنند. قابلیت تغییر چهره ها در ویدیوها امکانات خلاقانه زیادی برای شما فراهم میکنه. شما با استفاده از این فناوری میتونین چهره تون رو جایگزین بازیگرها کنید، ولی ما شاهد تأثیر منفی این فناوری هم بودیم. جایگزینی صورت بازیگران معروف به جای بازیگران فیلم های پورن، کاری که هدفش تخریب شخصیت این افراده. همچنین نگرانی هایی در مورد استفاده از این فناوری در انتخابات و تولید ویدیوهایی وجود داره که در آن سیاستمداران قول هایی دهند که هرگز ندادند.
استفاده دیپ فیک در فیلم های پورنوگرافی یکی از معضلات اصلی این فناوری است. کارشناسان امنیت اینترنت میگویند برای متوقف کردن این مشکل متخصصان امنیت باید سالها وقت بگذارند. بلا تورن یکی از بازیگرانی است که چهرهش در یک فیلم پورنوگرافی استفاده شد. اونا صورت من رو جای دختری گذاشتن که خود ارضایی میکرد. این ویدیو همه جا پخش شد و همه واقعا فکر میکردن اون منم. نمیدونم ما چجوری میخوایم روی این موضوع نظارت کنیم، چون اینطور نیست که شما فقط بتونین صورت یک سلبریتی یا این فرد یا اون شخص رو عوض کنید. ممکنه وقتی با دوستتون دعوا میکنید این کار رو باهاش انجام بدید و به همه جا بفرستید. میتونین این کار رو با یه سیاستمدار مشهور یا هر کس دیگه‌ای بکنین. دیپ فیک یا جعل عمیق این روزها انقدر ساده است که مجری برنامه 60 دقیقه به راحتی میتواند جای جان سنو در سریال بازی تاج و تخت را بگیرد. کاوه مشکات، بی بی سی. کلین سلام یا سلام عروس یکی از رسم‌های بسیار قدیمی زنان ترک تبار افغانستان است که مدت هاست دیگران رنگ و بوی گذشته را ندارد. حالا شماری از زنان در شبرقان در شمال افغانستان تلاش می‌کنند این رسم کهن را گسترش دهند. علی حسینی در سفرش به شبرقان در مراسمی شرکت کرده که در آن لالایی مادرانه ازبک‌ها خوانده می‌شود. قاشق بازی مشهورشان برگزار شده و عروسی به سلام دادن مادر شوهرش رفته. عاشقانه های مادرانه از زبان کودکی در شبرقان. للو، لالایی، تکگویی و مونولوگی پر از آرزو، غم و اندوه مادرانه است برای آرامش کودکی در گهواره. به خواب نور چشم من، تو بهارم هستی. شبی فرهنگی در شبرقان، مرکز ولایت جوزجان، شمال افغانستان، در تجلیل از علی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر، دو شاعر نامدار زبانهای ازبکی و فارسی و سیاستمداران سده 15 میلادی. در سراسر مراسم امشب که فقط برای خانم‌ها برگزار شده، رنگ و بویی از رسم و رواج ازبک‌ها و ترکمن‌ها دیده می‌شود. پس از دو دهه برگزاری چنین مراسم با حضور صدها زن و دختر در ساعت 12 شب در بسیاری از نقاط افغانستان به دلایل امنیتی و فرهنگی شدنی نیست. شبرقان یکی از او استثناء است. دست کم 3 برنامه امشب برگزار شد که ریشه در فرهنگ و رسم و رواج ترک تباران افغانستان دارد، از جمله کلین سلام. کلین سلام یا سلام عروس رسم کهن ازبک‌ها و ترکمن هاست. این خانم ها برای اجرای این رواج قدیمی آمادگی می گیرند تا همچنان زنده بماند. رسمی که چند نکته دارد. در بخشی از آن دست عروس داخل کاسه از آرد و کاسه از برنج برده می شود. حال ما شما کسیم در وقت ما عروس نمی بریم بیشتر در برنج نمی زنیم. آرد بسیار نمی زنیم. او منای چی است؟ یا آرد و برنج؟ منای هستی ای است که برنج می زنم دسته که این همیشه رسق روزیتی پراوال شود. زیاد شود. این آرد بعد از این باز بسیار می زنن که همیشه در شوارش، در خوشویش، در خسورش منای هم خوب خوب شیری چیدی بپذن. و نکته دوم رسم سلام عروس، لگد کردن پای داماد توسط عروس است و یا برعکس. داماد اگر پای عروس هست چه کنه لگد کنه، یعنی به این مانو هست که این باز زورور هست. اگر عروس باز دست پای عروس لگد کنه میگه ببینید این عروس دیگه باز سر داماد چی هست، این زور شده. سالهای دور در فاصله زمانی بین نامزدی و عروسی، عروس از خانواده داماد اصطلاحاً روی می گرفت و با آنها روبرو نمی شد.
میگویند رسمی بوده به نشانه احترام. پس از عروسی برای نخستین بار عروس به خانه شوهرش میرفت و خوشو مادر شوهرش را میدید، به او سلام میکرد و مجموعی از آداب و رفتار مرتبط دیگر انجام میشد. مراسم امشب از آن برنامه هایی است که خیلی کم در افغانستان برگزار می شود. برای زنان، توسط زنان و با موضوعیت زنان. در کشوری که در حدود یک سال گذشته دست کم 136 زن در نتیجه خشونت های خانوادگی به قتل رسیدند. گزارش شده در سال جاری 7000 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده. مراسم امشب با همه خرسندی و خوشحالی که برای دختران و زنان داشت در برابر داستان 1001 شب اندوه سالهای جنگ جاری حساب شدنی نیست. با وجود این اما نور امید ولو اندک دیده می شود، اینکه روزی صدای قاشق بازی این خانم ها به استقبال صلح شنیده شود. علی حسینی، BBC شبرغان. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب BBC Persian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.